بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در جلسه گذشته طبق حدیثی که از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم خواندم و دو حدیث از ساحت مقدس ذوات مقدسه امامان خودمون خوندم و یک تحلیل عقلی به عنوان برهان شبه لم استفاده از اخص خواص وجودی یک حقیقت برای اثبات اون حقیقت بیان کردم، به این نتیجه رسیدی که امامت راهی برای معرفت و اقرار به معرفت توحید الهی است، هم شناخت خدا و خدا رو در مرتبه توحید شناختن، و عرض کردیم که این شناخت باید به لوازمش تن داد، یعنی اقرار و بندگی کردن. این راهی نداره جز مسئله امامت، به اون سه بحثی که جلسه گذشته بیان کردم. خب امروز اولین بحثی رو که مطرح میکنم در زمینه امامت اینه: ضرورت شناخت مسئله امامت. چه دلیلی داریم که باید امامت رو پیگیری کنیم، بررسی کنیم؟ همه اینا یه مبنای عقلی داره، اگرچه عرض کردم بحث ما در اصول دین بحث عقلی هم دارد، منتها عرض کردم در جلسات عمومی واقعش نیست که تصدیق بفهمید نمیتوانیم ادامش بدیم، یعنی شروع بکنیم مثل بحثا رو، ولی مبنای عقلیش در انتها بیان میشه که چی هستش. حالا من ادله ضرورت رو بیان بکنم و بعد اون مبنا رو بیان بکنم برای آدم منصف. تا اونجا که من استقصا کردم و برای امشب بحث رو مطرح کردم، در واقع بیان میکنم، تا 6 تا دلیل رو برای ضرورت بیان میکنم، 6 تا، اما بیش از 6 تاست. من 6 تاشو انتخاب کردم. دلیل اول برای ضرورت شناخت امام، یعنی واجب عقلا ما بریم امام رو بشناسیم. مرادمون از امام، امام معصوم است. به خلاف رویه بحث‌های آکادمیک و اونچه که در درس‌های ما می‌گذرد، من اینجا نیومدم شروع بکنم واژه امامت رو از نظر لغت و اصطلاح، بعد اصطلاح متکلمین امامی و متکلمین تسنن بررسی بکنم. روش بحث در روش های آکادمیک اینه، من به ضرورت دارم بحث میکنم. واجب که برین امام معصوم رو بشناسیم. چرا؟ چرا واجبه؟ 6 تا حجت رو میارم یه مبنای عقلی، نه اینکه قرآن هی میفهمد افلا یتدبرون، افلا یعقلون، چرا تدبر نمی کنید، چرا تعقل نمی کنید. این مبنای عقلی تمام مباحث ماست. دلیل اول، شناخت امام شرط لازم دینداریه. اگر کسی بخواهد در مرز دین باشد، باید از کانال امامت به دین برسه. از امام باقر یا امام صادق، این که بگم یا تردید از من نیست، هر دو امام این متن رو دارن با یک قدری تفاوت در تعبیر.
امام اینطور فرمودن: لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانهی. ایمان عبد، بنده، مخلوق به مراتب ایمان نمیرسد مگر اینکه خدا و پیغمبر و تمام امامان را نسبت به ساحتشون معرفت داشته باشد. کلهم و امام زمانهی، امام زمانش رو هم باید چی ها؟ بشناسه. و یرد الی، امام زمانش رو بشناسه که در امورش به امام زمان رجوع بکند. و یسلم له و تسلیم او باشد. در مقابل حرف او مطلب دیگری نداشته باشد. در دایره امکان ما نقطه حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. این بزرگترین مبنای شناخته ها. یکی از مشکلات امام مجتبی علیه السلام در عصر امامت خودش همین مطلب بود که مردم شخص امام رو میدیدن اما شخصیت امام رو نمیشناختن. لذا وقتی حضرت مجتبی علیه السلام صلح کرد به امامش کار کردن: تو چرا صلح کردی؟ ما هدفمون این که امام کسیست که باید بشناسیش، بهش رجوع بکنی و تسلیم او باشی. تسلیم او باشی یعنی که آقا شما صلاح دونستید صلح بکنید، خب همین صلح درست، صلح عین دینه. شما صلاح دونستید جنگ بکنید، جنگ درسته، جنگ عین دینه. رأی آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی، تسلیم به مقام امامت. یک حدیث که مطلب رو چرا امام بعد از معرفت به همه امامان نسبت به امام زمان اون شخص هم مسئله رو مطرح میکنه، به دلیلی که بسیاری از در واقع متدینین بودن که در عصر امام خودشون امام خودشون رو نمیشناختن. در عصر موسی بن جعفر، وقتی حضرت موسی بن جعفر به شهادت رسید امام بعدی رو مردم نمیشناختن و اعتراف نداشتن، یه عده‌شون واقفیه. حالا که الان عصر 11 امام گذشته و دوردانه خلقته، بنده و شما چقدر امام زمان رو میشناسیم؟ ما در مسائلمون چقدر به امام زمان رجوع میکنیم و چقدر در مباحثی که ایشان بیان کرده اند تسلیم هستیم؟ دامش اهمیت داره. دومیش، شناخت امامت موجب خروج از ضلالت. شناخت امامت خروج از ضلالت و گمراهی. حدیثی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم، رسول الله فرمودن: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. بارک الله با آدم و مستمع خوب تو مطلب رو گوش میکنه و یاد میگیره. اگر کسی امام زمانش را نشناسد و بمیرد، مرگش مرگ جاهلیت. جاهلیت. از امام صادق علیه السلام سؤال کردن که یبن رسول الله، این جاهلیت مراد چیه؟ جاهلیتن جهلا، این که پیغمبر فرموده اگر کسی بمیرد و امام زمان را نشناسد مرگش مرگ جاهلیته، مراد از این جاهلیت آیا جاهلیت جهلا مطلق جهله؟ یعنی من دانشمند فیزیک اتمم اما امام زمانم رو نمیشناسم،
یعنی اصلا علم ندارم، هیچ چیز و فیزیکم نمیدونم. خب من که فیزیک میدونم که، این چه جاهلیتیه؟ یا جاهلیت لا یعرف امامه، یا مراد از جاهلیت این است که خب فقط امامش رو نمیشناسه. ببینید دو تا مطلب رو داره طرف سوال میکنه، به نظرش هر دو ریشه حدیث رو میزنه. میگه اگه مراد پیغمبر این بوده که مراد از جاهلیت جهل مطلقه، که اگر کسی امام رو نشناسه یعنی اصلا علم نداره، این که خلافش ثابت شده، کسی امام رو نمیشناسه ولی سایر رشته های علوم رو میدونه. یا این که نه، مرادش جاهلیت از نظر و ناحیه عدم شناختش به امام، خب میگه حالا ارزشی نداره، مرادش اینه، این هم که حالا ارزشی نداره، اما حضرت صادق گذاشته تو کاسهش. نه جاهلیت مطلق است، نه اینکه لا یعرف امام زمانه، نه اینکه اهمیت نداشته باشد. بعد فرمودن بل جاهلیت و کفر و نفاق و زلال، نشناختن امام منجر به کفر، گمراهی و نفاق، منافقگریست. اون جاهلیتی که پیغمبر فرمودن یعنی اینکه بابا جون یا به کفر میکشه کاره، یا به گمراهی میکشه کارت، یا به نفاق و درویی. خروج از زلالت راهش چیه؟ شناخت امام معصوم. یکی از دشمنان متعصب امامت یا عالم سنیست به نام فخر رازی. من حیفم میاد که فخر رازی رو با یکی از علمای شیعه مقایسه بکنم تا بگم مرتبش چیه. شما فخر رازی رو جایگاهش رو نمیدونید، برای که جایگاه این شخصیت مشخص بشه باید آدم بیادش تو یه جایی که شما بیشتر میشناسید. ولی خب بیدرستم سر پرسترات جوابم و عالم شیعی رو نتونم بدم. اما این آدم در خباست همین نب براش بس، که آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم رو میگه، این که پیغمبر فرمودن دین کامل شد، مراد روز بدره. مراد از الیوم روز چیه ها؟ روزه نه تا احتمال میده، همه چیز میگه الا ولایت امیر رو خبیصه دیگه. دیگه آدم واقعا یه قطری آدم انصاف داشته باشه. وقت تو مکتب تشیع ببینید چقدر امامان ما ما رو خوب تربیت کردن، اگرچه ما خوب تربیت نشدیم ولی اونا مبانی تربیتیشون دقیقا. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماد در رفتارتون انصاف داشته باشید، که اگه دشمنت حرف حق زد بگو بابا حرف حق زد. این تربیت امیرالمومنینه، که اگه حرف حق رو دشمنت زد بگو حرف حق زد، تعصب باطل نداشته باش. حالا این آدم که 7-8 تا احتمال در الیوم میده الا جانشینی هست امیر علیه السلام، این آدم یه روایت رو، همین روایت من ماته رو به یک عبارت دیگری از رسول اکرم نقل کرده، عبارتش زیباست. اون اینو میگه که رسول اکرم فرمودن من ماته ولم یعرف امام زمانه، کسی که بمیره ولی امامت رو نشناسه، فلیمت انشاء یهودیان و انشاء نصرانیان. آقای فخر رازی میگه وقتی بخواد طرف بمیره، ملک موت بهش میگه بمیر، حالا خودت انتخاب کن، میخوای یهودی بمیر، میخوای نصرانی بمیر. یا همون خروج از راه هدایته و ورود به مسیر زلالت هستش. این رو آقای فخر رازی میگه. دوست، سومین چیزی که در ضرورت شناخت امام معصوم مطرح می شود از ناحیه حدیث، این است که ورود به جوار رحمت حضرت حق امکان ندارد مگر به سبب شناخت امامت. قال علی علیه السلام
عبارت هم بسیار زیباست، دو طرف داره، من دو طرفش رو براتون بیان میکنم. حضرت امیر فرمان لا یدخل الجنه، محل رحمت خدا کجاست؟ بهشت. جوار رحمت الهی بهشت و مراتب بهشتی است. از پایین ترین حدش جنت و نعیم شروع میشه، میاد حد وسط جنت الفردوس صحیح عربیش و قرآنیش، سومین مرحله و بالاترین مرحلهش جنت اللقا. او پایین پایینش همون که همه ما براش له له میزنیم، اونجاست که پرتغاله و هوره و همه چی هست، همه چی هست دیگه، حالا سربسته. این پایین پایینش، اما او بالا بالاییش که عند ملیک مقتدر است، من کان یرجو لقاء ربه، کسی که بخواد به لقاء ربش برسد، اون مشاهده، منتها مشاهده اسما و صفات الهی، اونم نه به چشم سر، به شهود قلبی. خب حالا بیفرماید به این که برای ورود به این محوته لا یدخل الجنه الا من عرفهم، مگر اینکه امامان رو بشناسه. و این تیکه بعدیش مهمه، گفتم رابطه طرفینیه، و عرفوه، اونا هم اون شخص رو بشناسن. همه ما عاشق امام حسین، شکی توش هست؟ مهم اینه که امام حسین ما رو دوست داشته باشه. البته یه خود بی‌انصافیش، شما میتونی امام حسین رو دوست داشته باشی به جای دیگه، اما همین که در خونه امام حسین هستی این خودش موضوعیت داره، اما تمام الحق این نیست. ما امام رو دوست داریم، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، اما آیا امام هم به ما توجه میکنه؟ این تأسفه، باید دنبال این مقوله باشیم. بیفرمایت به این که لا یدخل الجنه الا من عرفهم، مگر کسی که اونها رو بشناسه و عرفوه، و اونها هم رو بشناسه، بگن این شیعه ماست، بگن این محب ماست. ولا یدخل النار الا من انکرهم و انکرون، و داخل جهنم نمیشه مگر کسانی که اونها رو انکار بکنه و اونها هم بگن لیس منا، این از ما نیست، اونها هم انکار داشته باشه. است. چهارم، قبول توحید، رسیدن به توحید که مزارش امامت، قبول توحید. خب من رسیدم به توحید، اقرار به توحید دارم، میریم سر پل صراط، این توحید رو بایدم من بپذیرم. قبول توحید، قبول توحید به شرط ولایت امیرالمومنین و اولاد معصومش. اگر ما این شرط رو داشتیم، اون توحید رو هم داریم، و الا فلا، و الا فلا. فرمود حضرت رضا علیه السلام در حدیث سلسلتو زهر چه از پدرم، پدرم از پدرش، تا رسید به امیر المومنین، امیر المومنین از پسر عمش رسول خدا، رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل از لوح، لوح از قلم، قلم از ذات اقدس اله، که حضرت حق فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن، عالی ترین مقام توحید هم کلمه لا اله الا الله. این توحید یک حسنی، اگر کسی وارد چه از عذاب در امان خواهد بود. نقطه سرخه، امام سوار و موکب ملوکانه شدن، دو درن به طرف مرو حرکت میکنن. قبل از حرکت سر مبارکشون از موکب همایونی بیرون آوردن و فرمودن به شرطها و اهلم شروطها،
من شرط اون توحید هستم. شرط اون توحید کیا؟ من هستم. این چند شو؟ چهارت. پنجمی، تمام این روایاتی که تا اینجا خوندم و اون دو تا تیپی رو هم که خواهم خون، یعنی پنج و شیش رو هم خواهم خون، همشون از حیث اعتبار متواترن. تواتر حدیث موجب یقین به صدور می کنند. تواتر حدیث از موجبات یقین به چی آقا؟ که این روایت از ناحیه معصوم صادر شده است. یه بحث اصطلاحی بود برای کسانی که اهلش هستن، هرچند همه تون اهلش. از روایات متعدد و بیشمار، یعنی در حد تواتر، برمیاد که شرط قبولی اعمال بندگان هم پذیرفتن ولایت امامان و معرفت به ساحت مقدس امامانه. من از این زمینه دو تا حدیث میخونم. یک، اولیش مترتب بر معرفت، دومش مترتب بر ولایت. قال الصادق علیه السلام: لا یقبل الله العباد عملا، خدا قبول نمی کند عمل را از بندگان، الا به معرفت نام، مگر اینکه ما را شناخته باشه. یک، یه حدیثی است که حضرت زین العابدین با ابو حمزه سمالی سوال جواب میکنن. راوی حدیث هم جناب ابو حمزه است. اصلا این حدیث اگر یه دونه بود کافی بود، چون ابو حمزه است کسانی است که صحیحا نقل میکنن و ازش صحیحا نقل شده، روایت صحیحه، به اصطلاح فقها صحیح اعلایی. در اون حدیث انا ابی حمزت سمالی، ابو حمزه سمالی یکی از اصحاب امام باقر و امام زین العابدین هستش، قال، ایشان میگوید: قال لنا علی ابن الحسین، به ما فرمود حضرت امام زین العابدین: ایل بقا افضل، کدامین قطعه زمین از همه جا برتره؟ ادب پاسخ دادن رو ببینیم. ما هم اخلاق بگیم هم امامت بگیم. شیعه، حالا ما یه خود میایم پایین که حتما باشیم، محب به امیرالمومنین با ادب داشته باشه. ادب رو ببین چجور رعایت میکنه. اینا میدونن، اینا این حدیث رو شنیدن اون قطعه رو. اما وقتی امام میفرماید ایل بقا افضل، کدامین قطعه زمین از همه عوالم برتر است؟ فقلنا، جناب ابو حمزه میگه ما چند نفر بودیم عرض کردیم: الله و رسوله و ابن رسوله اعلم. خدا، پیامبر و فرزند رسول خدا چیا بهتر میدن. این کجای حرف من و شما رو میزنه؟ این که بزرگتری داره حرف میزنه، اون بنده خدا دو تا کلمه رو که گفت، شما کلمه سوم رو ازش، این بیادبی. آقا فرمود، عرض کردم خدمت حضرت علی ابن الحسین که خدا، پیغمبر و فرزند رسول خدا بهتر میدانن. بعد جناب ابو حمزه که فقال لنا، امام به ما فرمودن: افضل البقاء ما بین رکن و مقام، بین رکن و مقام در مکان کعبه با فضیلت ترین مکان هاست. نه به خاطر این جهتی که من میگم، به خاطری که تعبد داریم درش. در ما بین رکن و مقام میگن هزار پیغمبر دفن شده، اما هزار پیغمبر به فدای سر حضرت حسین سلام الله، به خاطر مزار نمیگن برتره، به خاطر که خدا فرموده اینجا برتره. خدا فرموده یه تیکه جا همه جا چی آقا؟ برتره. بعد امام میفرماین به این که خب اونجا افضل البقاءه، مهمترین قطعه اونجاست، ولی ولو ان رجلا، اگر یه مردی
امر ما امر نوح فی قومه الف سنت الا 50 عاما، عمر بکند به میزان عمر رسالت حضرت نوح که در قومش بود 950 سال بود، یصوم النهار تمام این 950 سال رو روزه بگیره، و یقوم اللیل فی ذلک المکان تمام این 950 سال رو شبها تا صبح عبادت بکنه در اون مکان، ثم لغ الله بغیر ولایتنا اگر خدا رو ملاقات بکند، یعنی بعد از این 950 سال روزها روزه و شبها عبادت تا صبح تو اون افضل البقاء، ثم بعد بمیرد، ثم به معنای مردن نیست، ثم یعنی بعد از مرگش، لغ الله ملاقات کند خداوند را بغیر ولایتنا، لم ينفعه ذلك شيئا، این 950 سال عبادت برای او ثمره‌ای نخواهد داشت، ثمره‌ای نخواهد داشت. این دو تا نیست. این که چرا ثمره نداره، من توی بحث‌های مارمزونم گفتم، تو دو سه جا دیگه هم گفتم، حالا نمیدونم لازم هست اینشا بگم یا نه. ببینید آقا، بذار بگم این بحث کامل باشه. اجزاء مرکب ارتباطشون با هم به دو شکله، یه ارتباط اقل و اکثری دارن. ارتباط چیه ها؟ اقل و اکثر، یعنی ارتباط عددی با هم دارن، ارتباط عددی. مثلا شما یه آقای بهت بدهکاره، اصل بدهیش 400,000 تومن، یادش نیست چقدر به شما بدهکاره، درست؟ دست میکنه تو جیبش 200,000 تومن به شما چیکار میکنه؟ میده. خدا حافظ، خدا حافظ. شما هم یادت نیست که، حال به فرض محال، چون معلوم محاله که شما یه ریال به کسی بدی یادت بره، چه برسه 400,000 تومن. 200,000 تومن به شما میده، هم یادت هم نمیاد دیگه چقدر مثلا ازش طلب داد. از دار دنیا جفتتون به زمانی که حضرت حق اراده کرده میرید، محشر میشه، وارد محشر میشید، بعد میارن همه افراد به حساب سی، همه افراد میارن چه ها به حساب سی، یکی از اینا همون کسیست که به 400 تومن بدهکار بوده، چقدر بد داده؟ 200,000. حالا خدا میخواد اینو مؤاخذه بکنه، اینو خدا میخواد مؤاخذه بکنه، این ارتباط چیه؟ اقل و اکثریه، اقل و اکثر. خب به اندازه چقدر این بابا رو مؤاخذه میکنن؟ به اندازه 200,000 تومن، چون به اندازه 200,000 تومن از دینش به شما پرداخته، درست شو؟ اینو بهش بگن ارتباط اقل و اکثری، که شما 200,000 تومن بهت دین داره به اندازه 200,000 تومن، نه آقا 400,000 تومن، میگه آقا 200,000 شد داری که تموم شد. اما یه نوع ارتباطی وجود دارن بین اجزاء مرکب، این ارتباط ارتباط جمعیه، مثل رکعات نماز. شما باید در حالی که در شهر خودت هستی نماز ظهر چند رکعت بخونی؟ حالا اگر تو دو رکعت خوندی و بعد به محضر خداوند مشرف شدی و محشور شدی، خدا میگه آقا چرا نماز ظهرتو نخوندی؟ میتونی بگی آقا من دو رکعتشو خوندم، دو رکعتشو نخوندم؟ بله. چرا؟ چون ارتباط بین رکعات نماز ارتباط چی آقا؟ جمعیه. سه رکعتشو بخونی، یه رکعت چند نخونی ازت محاسبه
ولایت و امامت امیرالمؤمنین در کنار اجزاء در اجزاء عبادت مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل جهاد، ارتباط چی آقا؟ جمعیه. یعنی اگر 9 جزءش هم داشته باشی اونو نداشته باشی ازت قبول نمی کنن. پس این حرف زوری نیست. اجزاء مرکب به دو شکل هستن. اون مرکب عکس اقل و عددی است. این اقل این ارتباط چیه؟ جمعیه. اگر همش رو آوردی تمام، اگر نیاوردی ناتمام. بگو آقا من 9 جزءش آوردم، یعنی 9000 جزءش آورده باش. امام داره همینو میگه، بگو آقا من 950 سال عبادت کن، نه 1 سال و 2 سال. قبول نمی کنم. درست شد اینجا؟ این شد چند آقا؟ 5. یه نکته رو بگم بعد دوباره برگردیم سر بحث. با اون نکته چیه؟ آقا کنار بستر پیغمبر قرار گرفت، پیغمبر به همه عالم و خلاف قرآن گفت حسبنا کتاب خدا، ما را کفایت می کند کتاب خدا. خب حالا من یه آیه قرآن بخونم بریم سراغ حرف این بابا و مناظره یه کسی، یه شخصیت عالی مقام اسلامی و دینی. بابا با قرآن بس افش میلیارد آدم هم سر همین قرآن بسه گمراه شدن. آیه قرآن سوره مبارکه نساء 59 هدف یکی از اهداف رسالت انبیا رو بیان. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، خدا را اطاعت کنید. 1 و اطیعوا الرسول، پیغمبر را اطاعت کنید. و اولی الامر منکم، و صاحبان امر که از بین خودتان هستند، اینا را اطاعت کنید. هدف رسالت در زیل این آیه آمده، یکی از اهداف رسالت. اهداف رسالت 9 تاست در قرآن، یکیش اینه. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، وقتی در یه مطلبی با هم نزاع کردید، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اینو برش گردونید به خدا و رسول خدا. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اهل ایمان به خدا و ایمان به آخرت هستید. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، این برای شما بهتره و خیر شما هم در چی آقا؟ همینه، همین هست، خیر شما در همینه. خب هدف رسالت رو آیه میگه اگر نزاع شد، اگر اختلاف شد، باید بری خدمت چی آقا؟ رسول خدا. امام صادق علیه السلام یه شاگردی داره به نام هشام ابن حکم. هشام جوانترین شاگرد امام صادقه، اما محبوبترین شاگرد نزد حضرت صادق علیه السلام. امام خیلی دوست داره. پیرمردان میان خدمت امام صادق، البته امام بیشتر بی‌ادبی به کسی نمی‌کنه، اما وقتی هشام میاد، هشام بغل دست خودشون میشونه، خیلی ایشان رو مورد توجه قرار میدن. وقت هشام چند سالشه؟ 20 سالش. ببین یه جوان 20 ساله چه دلربایی از امام صادق کرده. جوان ها که تعدادتون تو جلسه زیاده، شما هم از امامتون دلربایی کردید؟ اصلا کاری کردیم که دل امام زمان برای ما ضعف بره؟ کجا میگم دل امام صادق برای هشام ضعف رفته؟ یه مناظره داره تو بصره با ابو عبیده ثقفی. خبر مناظره به گوش امام رسیده، بعد هشام اومده خدمت امام. بزرگان و اکابر اصحاب هستن. امام میگه هشام اون مناظرتی که توی بصره انجام دادی رو بگو. هم که امام چیزی رو از کسی میخواد نهایت تاییده، کیف داره میکنه.
اون مناظری که انجام دادی با اون طرف اون مطرحش کن. ما چقدر دل ربایی برای امام زمان رو حساب کردیم، از کاری کردیم که در خلوتش یادی هم از ما بکند، دلش برای ما ضعف بره، بگه اگرچه در مسیر غیبت به سر میبرم چند نفری هستن که دلم به اونا خوش. ما جز اون چند نفر هستیم یا نیست؟ حالا یه حساب. هشام یه مناظره داره با یک دانشمند اهل شام. شامی ها هم در مخالفتشون خیلی متعصبن. امروزی هاشون هم اینطور هم. خیلی هم متعصبن. بنی امیه یه کارش نمیش کرد. هیچ تردیدی در این مطلب نداشته. بنی امیه هم. حالا که دارم بهتون میگم بنی امیه هم. و همین آقای اقادی که فیلم محمد رسول الله رو ساخت. این اگرچه بزرگ شده آمریکا بود اما اهل شام بود، سوریه بود، سوری بود. چهره خیلی زیبایی رو از ابو سفیان درست کرد. و این که ابو سفیان اخبث‌ترین دشمن پیغمبر. اونا حالا اگر دفعه دقت بکنی هم چهره ظاهری اون هنر پیشه و هم که رفتار اون هنر پیشه. و حالی که ابو سفیان تو دلش و تو خلوتش هم با پیغمبر خوب نبود. پیغمبر هم این معنی رو میدونست. ابن الوزق وای رسول اون افشش شامیان جوری هم بنی امیان دیگه خیلی آدم های آدم متعصبی. حالا جناب هشام آمده با این مرد متعصب داره مناظره میکنه. آقا بر خدا بعد از رحلت پیغمبر برای رفع اختلاف در میان مسلمانان دلیل و حجتی بعد از خودش باقی گذاشتی نه که ما به اون دلیل رجوع بکنیم؟ گفت آره گذاشته. فرمود چی گذاشته؟ گفت کتابش رو و سنت خودش، یعنی کتاب الله و سنت رسول. هشام گفت اگر کتاب خدا منشأ رفع اختلافه پس چرا من و تو با هم اختلاف داریم؟ مگه ما هر دو عضو یک سازمان نیستیم؟ مگه ما هر دو مال یک تنه درخت نیستیم؟ مگه ما هر دو میوه یک درخت نیستیم؟ پس چرا من و تو با هم اختلاف داریم؟ فبوئت الذی کفر. همچون بود که قرآن به تنهایی نمیتواند منشأ رفع اختلاف باشه. اگر قرآن بخواهد منشأ رفع اختلاف بکنه پس چرا بین شیعه و سنی اختلافه؟ هر دو که میگن اشهد ان لا اله الا الله و هر دو که میگن اشهد ان محمد رسول الله. و هر دو میگن کعبه قبله ماست و همه میگه هر دو میگن قرآن کتاب ماست، پس این اختلاف رو چرا قرآن نمیتونه حل کنه؟ به خاطر که شما قرآن رو از وارث قرآن جدا کردید. حالا من به دو مورد اشاره بکنم. یکیش در عصر مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در عصر او خلیفه دوم اهل تصنع، یه زن نو عروسی رو آوردن هنوز 6 ماه از عروسیش نگذشته بود، 6 ماهش تموم نشده بود، اولادی رو وضع هم کرد. خب شوهرم غیرتی که با 6 ماه عروسمون بچه زایده، یعنی چی بس من جون میشیدم چی عقب مثلا. حالا تهمت زد بزن برداشت برد پیش خلیفه و آقا زن ما به خطا رفته. خلیفه هم میگه خب چرا به خطا رفته؟ گفت خب ما 6 ماه عروسی کردیم بچه زایده. آره به خطا رفته، باید سنگسارش کنیم. آره به خطا رفته، باید سنگ سارش کن. برید جمع کنید ملت رو، بیار سنگ و دیلم و این چیزا رو بعدم بیارن. امیرالمومنین حاضر شد. فرمود برای چی بخوای زن رو بکشید؟ برای چی بخوای خونش رو بریزی؟ با آقا اینا 6 ماه عروسی کردن بچه زایده.
خب این سنگسار دیگه حتما قبلا یه جایی کاری داشته. آب برای چی دیگه همچه حرفی بیزنی؟ خب شما حساب کتابت درست در میاد اخه؟ فرمون من به زمینه دو تا آیه بگم حساب کتاب درست در میاد. سوره مبارکه احقاف آیه 15 و حمله و فصاله سلاسون شهره، مدت بارداری زن و مدت شیردهی زن مجموعش بشه 30 ماه. این آیه اول. آیه دوم سوره مبارکه لقمان آیه 14 و فصاله فی آمن، مدت شیردهی زن 24 ماه در دو ساله. خب فرمود آقای عمر این 24 رو از اون 30 کم کن چقدر میشه؟ گفت 6 ماه. فرمود اقل مدت هم 6 ماهه، برای چی داریم سنگسارش بکنیم؟ اینم که 6 ماه از عروسیش گذشته. تو که قرآن رو نمیدونی، خب غلط کردی گفتی حسبنا کتاب الله. تو که بلد نیستی از قرآن استفاده بکنی؟ آخه چرا با مردم بازی میکنید؟ یه چیزی بگو که از پسش بر بیای، تو که قرآن هم نمیفهمی. دیگه که اون جاهایی بود که گفت لولا علیون، یکی اونجا ها بود. حالا انشاءالله به مدد امام زمان من مواردی رو بیان خواهم کرد که دشمنان امیرالمومنین اعتراف کردن اگر آقا نبود چه بلایی سرشون اومده بود. حالا من بهتون میگم این چند جا رو فهمیدم، بقیه جا رو نفهمیدم. مورد دومش وجود نازنین حضرت جواد علیه السلام در عصر متوکل عباسی. یه دزدی رو آوردن توی دربار. خب دزدی کرده، دزدیش مسلمه، 6 تا شرط داره، 6 تا شرط هم حاصله. خب حالا حد جاری کنیم، حد جاری کنیم. دستش از کجا قطع کنیم؟ جده گفتم که از فقهای اهل تصنوری که محضر جناب آقای کذا بودن، خدا لعنتش کنه. گفتن که اگه بخواید دست قطع کنیم از مچش قطع کن. گفت برای چی از مچش قطع کنن؟ این عباسیون ها خیلی آدم های بدذاتی بودن، اما یه چیزی داشتن، اونی که بسیار آدم های باسوادی بودن، به خلاف بنی امیه که هم بدذات بودن هم بیسواد. اینا بدذاتی و اوستای شیطون بودنش جای خودش و عرض به حضور انورتون که سوادش هم جای خودش. لذا امامانی که در محاصره بنی العباس بودن کارشون سخت‌تر بوده. شو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اینا چراغ علمو داشتن، خوب میشناختن دین رو. تو بعضی از بطون تاریخی نوشتن معمول تمام معارف شیعه رو میدونسته. خدا همشون رو لعنت کنه. آقا برای چی؟ خب سوره مبارکه نساء آیه 43 آیه تیمم، فمسحو وجوهکم و ایدیکم، مس کنید صورتتون و دستتون. در تیمم از کجا مس میکنید؟ من مسئله بگم دیگه، آقایی که بخواد تیمم بکنن این دست رو بیزنن روی خاک از ته اینجوری بیکشن، درست شو؟ بعد از مچ ببرد و اینم از اینجا ببرد، درست شو؟ با اینجا خوب خوبه. تا اومدن من دست بابا رو قطع کنن گفتن آقا دست بابا رو از اینجا قطع کنیم. گفت برای چی دست اینجا قطع کنیم؟ گفت برای تمسک به آیه وضو سوره مبارکه مائده آیه 6، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی مرافق، مرفق اینجاست، باید اینجا قطع کنیم. خب این گفت دست از کجا قطع کنیم؟ بالاخره از اینجا قطع کنیم یا از اینجا؟ حالا اگر یه دونجا بوده اونه احتیاط کنه همینجا قطع کنم. خب موند تو مسئله، موند هر دوشون هم دارن به قرآن استشهاد میکنن. گفت برید دنبال ابن عمم جواد العلم. وقتی میمونن توی گل امامان امام بشن ابن عم،
برید ابن عمم رو بیارید. ابن عم رو آوردن. حضرت جواد علیه السلام در سنین نوجوان. حالا پیر مردا فقه های اهل تسنن فتوا دادن گوش نمیکنه متوکل. یا آقا شما فرمایش تو چیه؟ اقا فرمودن من معاف کنید. خب اینو جواب دادن دیگه، بالاخره عقلش از قرآن هستش. گفت نه، باید شما حکم قرآن رو بگید. وقتی میگه نه شما باید حکم قرآن رو بگید، امام بگه نمیتون تغییر کنه، چون حکم قرآن رو امام باید بگید. امام بیان کردن سوره مبارکه جن آیه 18، فرمودن دست دزد رو از انگشتاش قطع کنید. نه از اینجا، نه از اینجا، نه احتیاط کنید از اینجا، همینجا قطع کنید. گفت برای چی آقا؟ فرمود مگر قرآن نخوندید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اله. مساجد ملک اختصاصی خداست، کسی را با خدا در اونجا شریک قرار ندید. شما در حال سجده چند تا مسجد دارید؟ 7 تا. دوتاش کف دستتونه، دوتاش و یکی پیشانی و یه دوتام شست پا. بنابراین فرمود این که مال خداست، شما نمیتونید قطع کنید، فقط همین یه تیکه رو میتونید قطع کنید. ببینید فهم قرآن هم اگر بگیم حسبنا کتاب الله، فهم قرآن هم فقط اهل بیت میفهمند. و قرآن به تنهایی نمیتواند رفع بکند تمام اختلافات رو. به اون حجت و به اون استدلالی که جناب هشام کرد، گفت اگه قرآن رو پیغمبر معرفی کرده بعد از خودش، و چرا هنو من و تو اختلاف داریم؟ چرا من و تو با رجوع به قرآن نمیتونیم اختلافاتمون رو حل کنیم؟ چرا نمیتونیم حل کنیم؟ خب دیگه حالا دوستاش هم میبونه که شالا بعد از بکنم. بنابراین ما 5 تا مطلب رو عرض کردیم در ضرورت شناخت امام. اون مبنای عقلی چیه؟ آیه قرآن افلا یتدبرون، چرا تدبر نمی کنید؟ افلا یعقلون، چرا تعقل نمی کنید؟ آقا ما یه حرفی رو میزنیم و اون که ضرورت دارد شناخت امام، آدم منصف حتی عقب راجبش بکن، آدم با انصاف حداقل برو راجبش تحقیق کن. اگر قیامت شد و دین رو بدون علی نپذیرفتن، دیگه اون موقع جای جبران نیست، جای جبرانش نیست دیگه. خب امشب انشاءالله اگر خدا بخواد، امشب و فردا قصد داریم خیلی از حضرت زهرا دل ربایی کنیم، خیلی دل ربایی میخوایم بکنیم. امشب و فردا رو میخوایم اختصاص بدیم به یتیمان امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی، خود امام مجتبی خیلی مظلومه، حتی بین ماها با بذار من یه قطعه روزه از خود امام مجتبی بخونم، بعد بریم خدمت فرزند بزرگوار 10 ساله اش حضرت عبدالله. در بین تمام فرزندان حضرت زهرا فقط امام مجتبی بود که اون واقعه کوشه و در دیوار دید، هیچ کسی دیگه ندید. و خود امام مجتبی علیه السلام فرمود وقتی داشتیم می آمدیم از مسجد بیرون، دست من تو دست مادرم بود، مادرم تکیگاه من بود. اما وقتی که اون حادثه اتفاق افتاد، اون جسارت بین کوچه شد، اگه من همراه مادرم نبودم، مادرم راه خونه رو گم کرده بود، من دست مادرم رو گرفتم. اهل بیت توی حرم نشسته بودن، توی خیمه‌گاه نشسته بودن. امام حسین علیه السلام به طرف لشکر رفته، ودا کرده، داره میشنگه.
روحو دیدن صدای هلهله و ولوله میاد، صدای طبل میاد، دیگه از حالت جنگ خارج شده، کف میزنن، شادی میکنن. زن و بچه آمدن روی تل زینبیه، دیدن اصلا جنگ حالتش عوض شده، دیگه نفر به نفر نیست. از اون دور دیدن امام حسین علیه السلام به نیزه تکه داده، صحبت میکنه اما صدا رو نمیشنوه. دو نفر، یکی حرمله، یکی بهر بن کعب، اینا خیز گرفتن طرف امام. یکی از کسایی که توی تل زینبیه ایستاده داره تماشا میکنه یه آقازاده 10 ساله است به نام عبدالله ابن حسن فرزند امام مصطفی. دست عمش رو ول کرد، دوید طرف گودی قتلگاه. بچه 10 ساله چقدر جسته داره؟ بچه 10 ساله چقدر جسته داره؟ رفت جلو. اینم یکی از اون جاهاییست که حضرت زینب به طرف گودال قتلگاه رفت. حضرت زینب 3 بار اومد تو میدان، یه بارش بالین علی اکبر بود، یه بارش بالین خود امام حسین بود، یه بارش دنبال این بچه امانت امام مجتبی بود. اومد دیگه نمیتونست بره جلو، بچه لشکر و شکاف رفت تو گودی قتلگاه. دید این بحر ابن کعب آمده، نیزش رو بلند کرده، میخواد به طرف امام حمله کنه. حرملم با شمشیر داره میاد. این آقازاده تنها کاری که تونست بکنه این بود که دستش رو حائل کرد، حرمله شمشیر رو رها کرد، دست قطع شد. دست عبدالله قطع شد، امام در آغوشش گرفت با تمام بیحالی که داشت. چرا میگم بیحالی؟ چون همش میگفت جگرم از تشنگی داره میسوزه، به من آب بدیم. بحر ابن کعب گفت الان آب میدم، سیرابت میکنم. با شمشیر حمله ور شد. عبدالله یه نعره کشید، گفت حروم زاده میخوای عموی منو بکشی؟ اول باید در روی جنازه من رشی. کاری کرد که امام سرشو برگردون که این حادثه رو نبینه. نوجوان 10 ساله در حالی که روی سینه عمو بود شمشیر من الازونه الازونه